دوستان عزیز من ده روز پیش برنامه ساختم در وین چه میگذرد که البته دیدار آقای جوان ظریف و جان به فاصله یک روز با آقای پاپ در حاشیه روم که بهش میگم واتیکانو صحبت کردم تحلیل کردم و گفتم در وین هیچ چیزی نمیگذره هیچ اتفاقی نمیفته و اینا همش جفسازی هاست و دلایلش هم توی اون برنامه اشاره کردم حتما اون برنامه رو ببینید و دلایل سفر همزمان آقای جانکری و ظریف به واتیکان روم بیان کردم بازشکافی کردم جراحی کردم و گفتم که در حقیقت اینا میخوان یه دو سه تا وعده علکی رو بدن قبل از این بود که تایید صلاحیت بیاد و اینا داشتن برنامه‌ریزی میکردن که علکی یه خورده دلار بریزن تو مملکت ایران یه ظاهرم ظاهرا میگن تحریما رو ورداشیم که اصلاح طلبا رأی بیارن ولی در حقیقت میدانی هیچ اتفاقی نمیفته و آمریکا هیچ تحریمی رو بر نمیداره دقیقا بعد از این صحبت و تایید صلاحیت ها چهار پنج روز بعد از این برنامه من خبر اومد که بخشی عکس رو چیز کردم خبر اومد که آقای بی بی سی هم خبر رو زده بله آقای عراقچی بیان کرده مطمئن نیستم مذاکرات وین در این دور به نتیجه برسد دروغ میگه دروغ میگه برای که از اول مطمئن بودی که به نتیجه نمیرسه حالا که می... اولا که میگه آقا به نتیجه رسید در این دور ما همه چی اوکیه همه چی اتفاقات خوب داره میخوام رخ میده ما داریم به توافقات نهایی میرسیم جفسازی را مینداخت الان داره یواش یواش میگه مطمئن نیستم حالا مذاکرات وین به نتیجه برسه در این دور در این دور به نتیجه برسه چیه هیچ وقت به نتیجه نمیرسه ولو به اینکه اگر به نتیجه برسه همون اتفاق برجام میفته یعنی ما باج بدیم باج یک طرفه ببینید یعنی ها فقط باج یک طرفه رو میدونن این یادتون باشه به خصوص آمریکایی ها فقط باج یک طرفه رو میدونن اونا تحریم نکردند که با مذاکره تحریم رو بردارن تحریم کردن تا با مذاکره ما رو مجبور کنن از خواست مشروع خودمون بگذریم خواست مشروع ما بنیه دفاعی است اینها میگن نه بنی دفاعیتو تو تو برو با سلاحای مثلا متعارف مثل و سبک مثل کلاشینگوف و تانک و اینا تامین کن میگیم نه دوران عوض شده اون زمان که آدم با کلاشینگوف و تانک و اینا مثلا بنیه دفاعیشو رو تعریف میکرد 20 سی سال پیش بوده الان پدیده های جنگ ها بین کشورها بسیار متفاوته امروز پدیده اتمی وجود داره پدیده موشکی وجود داره پدیده جنگ بیولوژیک وجود داره ما در تمام اینها میخوایم خودمون رو قوی کنیم قدرتمند بشیم میخوایم ایران قوی رو به بف... این فعل رو میخوایم صرف بکنیم و خب اینا آمریکایی نمیزنن آمریکایی ها اومدن زیر مواد اولیه ما رو اومدن تحریم کردن از آلمینیوم بگیر تا خیلی مسائل دیگر برای که میخوان زیر ما نتونه بره جلو خب این غربی ها در این راسته دارن این کارا رو میکنن از اونور آقای عراقچی و دولت گرین کارتیش و این مذاکرات در راستای در حقیقت تحمیل این خواستهای های نامشروع آمریکا به ایرانه کسانی هم که در دولت آقای روحانی ما میگیم گرین کارتی چرا میگیم گرین کارتی به جز پاسپورت ایران اینا همشون یا بچه هاشون به واسطه بچه هاشون گرین کارتی هم یا خودشون حتی همش سرشون تو آمریکا یا حداقل حت اگه حتی شما در یک مقطع خیلی جالب بود کسانی که دانش آموخته دانشگاه آمریکا بودن در دولت روحانی از دولت اوباما بیشتر بودن یعنی <applause> بله خب بعضی بودن تو دولت اوباما دانش آموخته اروپا بودن ولی مقامات دولتی دولت روحانی دانش آموخته های آمریکا بودن از جمله آقای زری و یه مستندی هم پخش شد خیلی خوب صحبت میکرد اونجا به نام فروشنده داشت توضیحات درستی میداد میگو شاید این آدم اصلا نخواد وطنشم بفروشه سازمان فکری که برای آقای ظریف تو دانشگاه آمریکا تعریف کردن به این نتیجه میرسه که وطن فروشی کنه سازمان فکری کجا درس ایشون میگه آقا من درس هم ای توف به اون دیپلماسی دیبلوماسی دیپلماسی که توش فقط باج میخوای بدی خب بیا آقا خانجون ما به قول این رو مرتی که رو خانجون ما میتونه بره دیپلماسی کنه دیگه تو که قرار نیست چیزی برای ما به دست بیاری قرار همه رو بدی شما که کارتون فقط دادنه دادن تمام معلفه های قدرت و اقتدار ایران به بیگانه است خب آقا اینکه قرار فقط بدی که خب خانجون ما بهتر میده یه <applause> همه چی رو میشینه دیگه نیاز به خوندن درس دیپلماسی نیست و آمریکایی یه کاریشون همینه یعنی میان خیلی افراد نخبه کشورهای مختلف رو جمع میکنن و اینها رو در دانشگاه های خودشون نظاممند نظام فکری میکنن نظام فکری اینا رو آمریکایی بار میارن ببین چرا ما این با رضا پهلوی مشکل داریم شاید واقعا رضا پهلوی به شخص آدم بدی نباشه البته من مطمئنم آدم کثیفیه ولی فرض بگیریم آدم بدی نباشه خب آقا این تفلک آقای رضا دیبا از زمانی که چشم باز کرده دایه ایشون کی بوده مامانش که فرای دیبا که ایشونو بزرگ نکرده پرستار فرانسوی ایشونو بزرگ کرده من برنامهشو قبلا ساختم بهش میگن جاسوسی هوشمند یعنی چی؟ یعنی اومدن ولی عهد رو گرفتن دادنش به یک دونه در حقیقت پیش خدمت یا کسی که در حقیقت بچه رو بزرگ میکنه دایه پرستار پرستار فرانسوی پوزه شما خب این پرستار فرانسوی که قراره رو بزرگ کنه در سال مثلا ایشون مثلا 20 روز بخواد بره مثلا فرانسه برای مراسم ژانویه و اینا در این 20 روز که برمیگرده فرانسه آیا اگر دستگاه امنیتی فرانسه این پرستار رو تحت فشار قرار بدن که برای ما کار کن حالا یا تحت فشار یا مثلا میام بهش تشویقش کنن که آقا برای ما کار کن انقدر بهت پول میدیم یا با تشویق یا تهدید این پرستار فرانسوی اگر قرار به تصمیم گیری باشه به عنوان یک فرانسوی فرانسه رو انتخاب میکنه یا دربار شاهنشاهی رو معلومه فرانسه انتخاب میکنه و خاک بر سر دربار شاهنشاهی که ولیعهد خودش میده یه فرانسوی بزرگ کنه خاک بر سر محمد رضا پهلوی و فرح دیبا که بچه خودشون رو دارن به یک فرانسوی بزرگ کنه هیچ کدوم از مسائل امنیتی رو هم رعایت نکردن خب اگه این پرستار با دستگاه امنیتی کار کنه که کرد یعنی چیکار میکنه میاد دانش میاد جاسوس هوشمند در حقیقت دانش دانشجو جاسوس هوشمند در حقیقت تربیت میکنه یعنی نظام فکری رضا پهلوی رو در خدمت غرب در خدمت دشمنان وجودی ایران آمریکا فرانسه بار میاره غیر از اینه آقای جواد ظریف و دولت روحانی از همین متد جاسوسای هوشمند علی ایرانن خودشون هم نمی جاسوس و خودش هم نمیدونه فکر میکنه کار درستی میکنه او میخواد مسئله و مشکلات ایران رو حل کنه چجوری میخواد حل کنه همونطوری که تو دانشگاه های آمریکا تو اون بخش بورسیه که داده بودن اون بورسیه مخصوص مخصوصیه افراد در کشورهای به خاورمیانه و آفریقای شمالیه که اونجا نخبه رو جمع کردن مغزاشون رو شستشو بدن آقای جوادی و دولت حسن روحانی بخش قابل توجهشون جاسوس هوشمندن چون اینها مغزشون پرورش یافته آمریکاست تمام خاطراتشون اولین دوست دخترشون اولین اشغالشون اولین سکسشون اولین کافه رفتنشون اولین دیسکو رفتنشون اصلا اولین آقا اصلا اهل این چیزا نبودن متدین بودن اولین مسجد رفتنشون در آمریکا بوده اصلا میگیم آقای جوادی متدینیه به عنوان یه انسان متدین اولین باری که مثلا بیشتر مثلا به بررسی کنیم تا سن جوونیشون بیشتر در ایران رفته من نماز جماعت یا در آمریکا در آمریکا رفته و همه چیزش در خیابان ها و محله های آمریکایی رخ داده این آدم تحت تحصیل آمریکاست و همه اینها و آقای عراق چینا مثلا فیلم بازی میکنه آقا ما میخوایم به نتیجه برسیم و ملت ایران رو سر کار گذاشتن کدوم نتیجه اونها این تحریما رو گذاشتن که نتیجه نرسید گذاشتن که تسلیم کنن اگر به نتیجه میرسید یعنی شما دارید قبول میکنید دوباره تسلیم بشید یادتون باشه در یک صورت دولت روحانی با غرب به نتیجه میرسه در صورت تسلیم شدن ایران این قول شرف بهتون میدم آمریکا یا آب از دستشون نمیچکه به عنوان کسی که ده سال دارم در بیشتر ده سال دارم در جهان غرب زندگی میکنم بهتون دارم میگم بیزنس کردم در اروپا دارم بیزنس میکنم زندگی کردم بهتون دارم میگم آمریکایی آب از دستشون نمیچکه که مگر اینکه ایران تسلیم بشه به خواست اونا عمل بکنه به این شما خود اینام گفتن تو اون برنامه هم گفتم مثلا آقای عراقچی گفته که آقا جان ما اگه برگردیم به بر ارجام اینا شما چیکار میکنید اگه مثلا شما درخواست کردن که شما مثلا آب سنگینتون که همچنان بتون ریخته سانتیفیژهای جدیدتون رو کار بندازید اون بخش اورانیومی هم که غنی کردید به یک کشور اروپایی که ما میگی میدیم تا الان میدادیم روسیه بعد حالا روسیه رو هم تازه دارن میذارن کنار که دوست ماست گفتن ما یک کشور اروپایی تعیین میکنیم بدید به یک کشور اروپایی آقای عراقچی گفته من اگر به خواست شما ما کشورمون به خواست شما عمل کنه شما چیکار میکنی تحریما رو برمیداری گفته نه 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 ما برمیگردیم به برجام عرب لقمه بازگشت شما به برجام برای ما پول نمیشه که برای ما به درد ما نمیخوره که بودن نبودن شما موضوعیت ما نیست برداشتن و برنداشتن تحریم موضوعیت ماست موضوع ما اونجاست مبحث اونجاست اینکه تو میخوای برگردی به برجام یا نمیخوای برگردی پشم صورت آقای خامنه ای اونی که برای ما مهمه اینه که تو ها رو برمیداری یا بر نمیداری همه این بازی سر سرکاریه هر روز تیترای تکراری آی الان در وین این اتفاق افتاد آی الان به این صحبت ها رسیدیم آی دیپلمات ها الان به اینجا رسیدن آقای عراقچی به اونجا رسیده همش حرفای تکراری 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 آقا تو رو خدا هر کی رئیس جمهور شد بسات این مذاکرات رو جمع کن تو رو خدا دو تا بسات جمع کن خیال من یکی رو راحت کنیم اگه تو عمرم بتونم به این نتایج برسم و به به خیلی ها شانس ها یعنی واقعا رسالت خودم رو به عنوان یک کسی که دارم کار استراتژیک انجام میدم و کار ملی انجام میدم تهی کردم یکی بسات انتخابات رعیگیری رو جمع کن یکی بسات این مذاکره رو خودتون رو ببندید برای ایران قوی بریم برای قدرتمندتر شدن قدرتمندتر شدن مسیرش از انتخابات و رأیگیری و مذاکره و اینا نمیگذرد در چل سال گذشته بهتون ثابت شده هر جایی که با انتخابات و رأیگیری و مذاکره با غربیا پیش رفتید پدرتون در اومده اینا پیشبینی ها شوشیدا هر جایی هم که خودتون انتصابی بدون مذاکره بدون رأیگیری بدون انتخابات پیش رفتید شدید سپاه قدس جاویدان در منطقه تا لبنان و سوریه و عراق و دوباره ساتراپ های حقامنشی رو زنده کردید دوزاری افتاد دوزاری افتاد یا بیشتر بندازم؟ تا همینجا دوزاری ها بسه در برنامه آینده بیشتر خواهم اندام برید تاریخ چل سالتون رو نگاه کنید بعد به یک نگاه به تاریخ گسترده به تاریخ عقبترتون نگاه کنید هر جایی که ما از مکانیزم اقتدار انتصاب بسته شدن و کار خودمون رو کردن بدون مذاکره با جهان بیرون بیرون از ایران کارمون رو پیش بردیم ساتراب های حقامنشی رو زنده کردیم هر جام که یک سرنوش مملکت رو دادیم به بازی غربی انتخابات و رعی و از اون ورن به مذاکره و تعامل با مثلا با دنیا و بشینیم و پاشیم و آقای عراقچی بشینه با خانم وندی شرمن در مورد صحبت کنه وندی شرمن گریه کنه این بگه باشه وندی چون باش خوب من اصلا از حق ایران میگذرم تو گیر گریه نکن من, من طاقت عشقای تو رو وندی جون ندارم هر جام از این مسیر رفتیم پدر مملکت در اومده یک بار برای همیشه تکلیفمون رو با خودمون آقا من مشکلم اینه چیه تکلیفمون رو با خودمون روشن نمیکنیم من زمانی که از اپوزیسیون خواستم دفاع کنم از جمهوری اسلامی میدونستم یه بخش خرمعصبی الان خواست 24 به من حمله کنن از این ور رضا بازا خاک اندازا زیر اندازا تو توهمشون تو فندازا خاک بر اینا میخوان به من حمله کنن همه اینا رو دو تا چهار تا کردم گفتم آقا جان تکلیفمو رو با خودم روشن کنم که فشار این خرد و یا رضا و تجزیه طلبای اینا به من فشار نیاره برای همین پوستم هم واقعا چند لایه کلفته چند لایه کلفته اینا هم دارن دیو میگن با, با هر کسی حمله میکنیم مثلا اینقدر دیگه نمیتونی دووم بیاری امید چرا اینقدر حالش خوبه چون پوستم چند لایه کلفته با خودم کنار اومدم جمهوری اسلامی با خودت کنار بیا بسات مذاکره رو جمع کن بسات این مسخره بازی عراقچی و ظریف بازی اینا رو جمع کن مذاکره بی مذاکره پیش به سوی اقتدار ایران پیش به سوی هژمون ایران هیمنه ایران هیمنه اورجینالیست نیاز به این جور مذاکره ها نداره پاینده ایران شب و روزگار خوش خیلی ممنون عزیزان که برنامه ما رو پخش میکنن و از طریق پیپل به این برنامه کمک میکنن پاینده ایران و بدرود